درود بر شما. یکم مرداد ماه 1400 خورشیدی و 23 ژوئیه 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر به دو موضوع می‌پردازیم. به قیام تشنگان در خوزستان علیه بیداد و بی‌عدالتی و به مناسبات کشورها با جمهوری اسلامی در پی ترور یا اقدام به ترور در اون کشورها که این تازگیش در همین آمریکا بوده است. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. برنامه هفته پیش صفحه آخر امیدوارم یادتون باشه، یکی دو دقیقه‌شو بشنوید. به جمهوری اسلامی یک پروژه به سرزمین ایران تقدیم کرده به نام خودکفایی کشاورزی. هدف از این خودکفایی کشاورزی تامین غذای جمعیت ایران همش در داخل بوده. آن چیزی که الان قانون ششم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران هست که ادامه اون پنج برنامه قبلیه، درسته؟ و حساب سیاست‌های کلی جمعیت که در قالب همین برنامه ششم تبدیل به قانون شده، یعنی رفته مجلس، یعنی از طرف رهبری ابلاغ شده، یعنی رفته مجلس، اون آیین‌نامه‌هاش تصویب شده، اومده دولت ابلاغ کرده به نهادهای زیردست. طبق این قانون جمعیت ایران باید بشه 150 میلیون و 96% غذای این 150 میلیون هم باید در داخل ایران تامین بشه. نتیجه میشه همون کاری که این کیمیلسون شروع کرد و بعد این کیم‌ها در کره شمالی انجام دادن، یعنی تمام اراضی شیبدار رو تبدیل به کشزار کردن، تمام درختزارها رو قطع کردن تبدیل به کشزار کردن، همه جا سد زدن، همه جا چاه زدن که بعد کشور آسیب‌پذیر شد. تو اون سیل بعد دهه 90 کشور ویران شد، کاملا ویران شد. کره شمالی دیگه به یکی از بدبخت‌ترین و فقیرترین کشورهای دنیا تبدیل شد. میدونید بعد از اون دهه به ظاهر رونق دهه اخر، آن کاری که جمهوری اسلامی می‌کرده دقیقاً این بوده. اون کاری که باید می‌کرده و نکرده رعایت اقتضائات اکولوژیک سرزمین، یک، این خیلی مهمه، و دوم اولویت قرار دادن توسعه و رفاه، کاری که باید جمهوری اسلامی می‌کرده و نکرده. هرگز توسعه و رفاه اولویت جمهوری اسلامی نبوده. جمهوری اسلامی یک اهداف ایدئولوژیک داشته که این اهداف ایدئولوژیک فقط با میلیتاریزه شدن کشور به هدف می‌رسیده. بخشی از این میلیتاریزه شدن ایران همین پروژه خودکفایی کشاورزی بوده که تحمیل شده به سرزمین و نتیجه اون وضعیت موجود است. و هر سال دکتر ناصر کرمی بودن که هفته پیش در خدمت شون بودیم، هر سال نتیجه تحمیل این نقشه‌ای که جمهوری اسلامی برای سرزمین ایران و مردم ایران کشیده اوضاع رو بدتر و بدتر کرده. امسال تیر ماه 1400، از 24 تیر ماه چنان که میدانید در حمیدیه خوزستان اعتراض‌های خیابانی مردم شروع شد و خیلی سریع در شهرهای سوسنگر، شوش، هویزه، حمیدآباد، عبدالخان، ماهشهر، بستان، شوشتر، خرمشهر، قلعه کنعان، شادگان و اهواز و شهرهای دیگه‌ای که از دیروز دیشب در واقع به این قیام تشنگان پیوستن، علی گودرز و اطراف اصفهان به ویژه و بعضی جاها حتی خبرهای از درگیری‌های مسلحانه میرسه، این اعتراضات خیابونی بی‌وقفه مردم شروع شده. از شب دوم اعتراضات تیراندازی مزدوران و حکومت به راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم شروع شد. گاز اشکاور و گلوله جنگی، هزاران نیروی یگان ویژه و نیروهای امنیتی از استانهای دیگه به شهرهای خوزستان اعزام شدند، مستقر شدند. جواب حکومت به تشنگی مردم، به تشنگی رودخونه‌ها و تالاب‌ها، قشون‌کشی و سرکوب و کشتاره. آمار دقیق و موثقی از کشته شده‌های خوزستان نیست. بعضی شهرهای استان خوزستان که شدیدتر بوده درگیری‌ها مثل سوسنگرد، هیچ منبع موثقی هنوز آمار دقیقی از کشته‌ها و زخمی‌های اونجا منتشر نکرده. ببینید وقتی برای مثال شما رگبار بی‌وقفه در فلان محله اهواز رو می‌بینین فیلمشو، خب احتمال کشته میدین، ولی هیچ آماری نیست متأسفانه. یا از شوش دانیال، سه‌شنبه شب یه ویدیو به دستت میرسه، می‌بینی یکی خونین زمین افتاده ولی اسم و مشخصات کسی که رو زمین افتاده رو نمیدونی. نیه
آنچه اسامی قطعی است تا این لحظه، تا این لحظه ضبط این برنامه، قاسم خزیری، مصطفی نعیماوی در اهواز و هادی بهمنی 17 ساله در ایزه از طایفه گروهی. دیروز تشییع جنازه هادی بهمنی بود در ایزه. امروز 31 سهار 1400 مراسم تشییع و تدفین شهید بزرگوار هادی بهمنی در منطقه سوسن ایزه هستیم. یک جمعیت انبوهی علی رغم میل باطنی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در این منطقه بختیاری نشین حضور به هم رسانیده اند. بله، ماشینای ماموران حکومت هم که 3-4 تا اون وسط و یواش یواش نزدیک میشن. هادی بهمنی بی تردید تنها کشته شده نیست در، میگم بی تردید در ایزه، میگم بی تردید به این دلیل که متاسفانه آماری که حکومت هرگز نداده و اینترنت، حتی ارتباطات نت قطع و وصلی های زیادی داره، خیلی جا قطع شده و تلاش خود جمهوری اسلامی و سپاه به ویژه برای معرفی افرادی که مثلا کشته شدن در حالی که سر و مر گنده تو خونه نشستن، اینا همه مجموعه است که یه مقدار با دقت باید ما رو راهنمایی بکنه به دریافتن آمار دقیق کشته ها. بذارین من از زاویه دیگه ای بگم. من امیدوارم که آنچه که اطلاعات درست، نه به دلیل خصومت‌های شخصی با افراد، بینندگان عزیز از شهرهایی که مزدوران حکومت در هر سمتی تیراندازی کردن به مردم و احیاناً مشخصات عکس از این افراد دارن برای ما بفرستید، مثل شهر ایزه که الان عده‌ایشون رو معرفی می‌کنیم، معرفی خواهیم کرد. در شهر ایزه عوامل شناخته شده سرکوب و تیراندازی به مردم در این دو هفته 10 روز گذشته اینها بودند. مراد شمولی، دادستان ایزه، سال 96 در صدور حبس‌های بلند مدت برای بچه‌های ایزه نقش اساسی داشته. احتمال می‌رود که برای بازداشتی‌های همین چند روز گذشته هم نقش 4 سال پیش رو ایفا کنه. بختیاری است و اصالتاً اهل منطقه خون میرزا از توابع استان چهارمحال بختیاری. ولی الله شاه ولی، رئیس اطلاعات سپاه ایزه، میثم خادمی، معاون اطلاعات سپاه ایزه و از بستگان هدایت الله خادمی، نماینده ادوار ایزه، پاسدار ناصر کیان ارسی، بازجوی اطلاعات سپاه، حاج طاهر محمودی بیدزردی، رئیس حراست دانشگاه آزاد ایزه، بختیار محمودی بیدزردی، بسیجی فعال، کار این شخص بختیار محمودی دلالی بین قضات دادگاه و طرفین دعوا برای اخذ رشوه است. شب 29 تیر با کلت کمری دیده شده. احمدی، مدیریت پلیس به علاوه ده ایزه، برادر این آقای احمدی، چه میدونم چه کار است، همون مدیریت پلیس به علاوه ده ایزه، از نیروهای اطلاعاتی سپاه در تهرانه. مهدیان، اسم کوچکش معلوم نیست، شاید مستعار باشه، حتما بازجوی اطلاعات کشوری در ایزه. ایرج باقرزاده، کارمند پوششی شهرداری و از عناصر اطلاعاتی ایزه، مسئول شهرسازی، دو شب پیش با بی سیم در برابر تجمع مردم دیده شده. ایزد کیانی، بسیجی فعال، با بی سیم رؤیت شده. او علاوه بر کار اطلاعاتی با دکتر داروسازی به نام بهرامی داروخانه ای را به صورت شراکتی دایر کردند و در کمیابی دارو در ایزه نقش اساسی داشته است. تظاهرات تو شهرهای دیگه رو به گسترش است، به ویژه عرض کردم در اصفهان، حالا همینجوری داره میره به طرف چهارمحال و بختیاری. تظاهراتی که به دلیل اینکه انگیزه اولیش بیابی بوده به قیام تشنگان معروف شده. تو خوزستان
که این قیام تشنگان شروع شد. ببینین نقشه رو از بله ببینین از آبادان پایین بگیرین، همینجوری برین بالا، شادگان و خرمشهر و امیدی و اهواز و سوسنگرد و شوش و بعد این بر ایزه و رام هرمز. این شهرها در محاصره پرآبترین رودخونه های کشورن و از جنوب به دریا وصلن، اما تشنه ترین شهرها همینان. اینه نتیجه سیاست های نظام مقدس که براش اهداف ایدئولوژیک مهمه، نه نیاز و رفاه مردم که فقط با صلح و همزیستی با جهان ممکنه، چیزی که با جمهوری اسلامی ناممکنه و بدیهی است. تا زمانی که در داخل مردم ایران عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ نکنن، حرکت جدی از دولت‌ها و کشورهای دیگه نمی‌بینیم. نباید انتظار داشت. نمونه‌اش همین الان در همین اعتراضایی که در خوزستان از دو هفته پیش شروع شد. آرام آرام می‌بینیم که در تهران شعارهایی شنیده میشه. در کرج همینجور، در مشهد راهپیمایی حمایتی از خوزستان انجام میشه. در اصفهان همینجور، در تهران سینماگرها تجمع میکنن، پلاکارد دست میگیرن در حمایت از خوزستان. بیش از 330 هنرمند و سینماگر بیانیه میدن که دو سالاران حاکمند. اعتراض خوزستان که از اعتراض به بیابی شروع شد، خیلی زود به اعتراض علیه کل حاکمیت در آرام آرام شهرها و استانهای دیگه تبدیل شد. و همزمان این شعارها در تهران و چند شهر دیگه هم شنیده شد. 29 تیر مترو صادقیه تهران. و در خارج از کشور تجمع ایرانی ها در پایتخت های کشورهای مختلف روز به روز بیشتر میشه. در آمریکا سناتور متنفذ مارک روویو و در مجلس نمایندگان این کشور خانم کلادیا تنی از اعتراض ها در ایران حمایت میکنن. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همینطور. این حاصل حرکت خود مردم ایرانه و تنگ تر کردن عرصه به حاکمان توسط محکومان در ایران. مردم تا این نشود حمایتی از محکومان نمی شود. این تجربه همه کشورها به ویژه در تاریخ معاصر است که ما شاهدش. وقتی حدود 10 روز پیش ماجرای توطئه رو بودن همکارمون مسیح علینژاد رسانه‌ای شد، یه عده گفتن حالا که اف بی آی توطئه رو بوده شدن یک شهروند آمریکا رو، به ویژه شهروند ایرانی آمریکایی، دیگه از داخل خاک آمریکا توسط جمهوری اسلامی کشف کرده، چرا بازم با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه این دولت آمریکا؟ 40-42 سال گذشته رو اگه نگاه کنیم میبینیم که حقوق بشر در خیلی جاها قربانی منافع دولت ها شده. این که میگم 40-42 سال گذشته رو نگاه کنیم، منظورم تاریخ جمهوری اسلامی است. این همیشه اینجوری بوده، قبل از انقلاب اینجوری. فشار زمانی میاد به ناقض حقوق بشر، به حکومت ناقض حقوق بشر، که بذارین در جریان برنامه گزارش هم خواهم گفت. فشار از داخل میاد، خب حمایت هم از خارج ممکنه بشه، زمانی که این فشارهای داخل واقعا مسیر تعیین کننده رو داره طی میکنه. خود مردم در داخل ایران عرصه رو بر حکومت سرکوب و ترور اگه تنگ نکنن، عرض کردم انتظار این که به دلیل فلان رویداد به ویژه در زمینه حقوق بشر هر چقدر مهم باشه، دولتی یا دولت‌های جمهوری اسلامی رو بذارن سینه دیوار، غیر واقعی است. غیر واقعی است، درست یا غلط، این واقعیت تجربه شده در این 40 سال گذشته است. احکام ترور و آدمربایی در خارج از کشور هم در داخل که بود، خب در خارج از کشور هم از روز اول حکومت جمهوری اسلامی صادر شد و اجرا شد. تا اونجا که ما میدونیم با ترور شهریار شفیق، افسر ارشد نیروی دریایی ارتش، فرزند اشرف پهلوی و احمد شفیق، در 16 آذر 1358 به ضرب گلوله تروریستای جمهوری اسلامی در پاریس کشته شد. وبسایت دانشسرای مشروطه نوشته سید عبدالله برقعی عضو بسیج ساعت 13 روز آدینه 16 آذر 58
یعنی 11 روز بعد از فرمان خمینی برای تأسیس سازمان بسیج. هنگامی که والاگوهر شهریار شفیق از خیابان میگذشت در پلیس به وی نزدیک شد و گلوله‌ای به پشت گردن او شلیک کرد و بیدرنگ دومین گلوله را به سر او شلیک نمود، سپس سوار موتور خود شد و دور شد. پلیس فرانسه دو پوک فشنگ هفت‌تیر کالیبر 9 میلیمتری در محل قتل پیدا کرد. شاهدی که قتل والاگوهر شهریار شفیق را از نزدیک دیده بود، قاتل را جوانی 25 تا 30 ساله با ژاکت موتور سوارها بر تن توصیف کرد. سید عبدالله برقی اهل قم بدون آنکه از خود برگه‌ای بر جای نهد به تهران بازگشت. پلیس و دولت فرانسه نفهمید که ترور شهریار شفیق کار جمهوری اسلامیه. هیچ اعتراضی به جمهوری اسلامی نکرد. هیچ. آقا یک سال نشده بود که خمینی از فرانسه رفته بود ایران. کمتر از یک سال بعد از ترور شهریار شفیق، علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در قبل از انقلاب در آمریکا ترور میشه. همین بغل گوش کاخ سفید و نمیدونم ساختمان وزارت خارجه و کنگره و اینها. کسی که او رو ترور کرد، میگم بغل گوشش، یعنی ایالت واشنگتن دی سی، در واقع یک ایالت مریلند در اونجا ترور میشه که نزدیک به واشنگتن، مرکز واشنگتن. کسی که او رو ترور کرد یه آمریکایی بود به اسم دیوید تئودور بلفیلد که قبل از انقلاب 57 مسلمان شده بود، 19 سالش بود اون موقعی که مسلمان شد. اسمش کرده بود داوود صلاح الدین. اسامی دیگه ای هم داشت، حسن عبدالرحمن، حسن تنتایی که حالا خواهم گفت. انجمن دانشجویان مسلمان ایرانی اون موقع فعال بود، قبل از انقلاب میرفت اونجا و ابراهیم یزدی اون موقع از به هر حال آدمای مشهور انجمن اسلامی بود و با چند نفر دیگه، از جمله همین آقای بهرام ناهیدیان که گویا همین امروز هم امام مسجد شیعیان در منسس ویرجینیا است نزدیک واشنگتن. به اونجا ها رفت آمد داشت آقای قاتل علی اکبر طباطبایی. سفارت ایران که با ماجرای گروگانگیری بسته میشه، همین آقای قاتل داوود صلاح الدین میشود محافظ دفتر، به اصطلاح مسئول حراست دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن. خودش میگه، میگه یه روز اومدن بهم گفتن امام خمینی حکم ترور وابستگان رژیم گذشته را داده و لیست 5 نفر را به من دادن. گفتم اول میروم علی اکبر طباطبایی را میکشم، وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در قبل از انقلاب در واشنگتن. 5,000 دلار به هم دادن. 31 تیر 1359 در لباس یک پستچی رفتم دم خونه وابسته مطبوعاتی سفارت قبل از انقلاب در واشنگتن و همونجا با چند تا گلوله طباطبایی رو کشتم. یه هفته بعدم ایران بودم، با صادق قطب‌زاده دیدار کردم و بعدم رفتم پیش آیت الله خمینی. داوود صلاح الدین بعد از ترور با ماشین با دوستش رانندگی میرن کانادا، نزدیک دیگه، چون 7-8 ساعت رانندگی میکنن، راحت میرسن کانادا. از اونجا با هواپیما سوار میشه میره سوئیس، ژنو. از سفارت جمهوری اسلامی در ژنو برگه ورود به ایران میگیره. اون موقع آمریکایی بوده دیگه، برگه ورود به ایران میگیره، میره ایران. دولت سوئیس که میدونسته و میتونسته دنبال کنه پرونده ترور و عکس قاتلی رو که نقاشی شده بود از ذهن شاهدان ترور و در رسانه‌های آمریکا مکرر منتشر شده بود، خب خیلی سر صدا میکنه، دنبال نکرد. سوئیس، آمریکا که نکرد. در شرایطی که عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا هم زبان زد داشت میشد، دولت سوئیس کاری نکرد، کاری نداشت بکنه. 3 روز داوود صلاح الدین از فرودگاه ژنو رفت ایران. سال 1379 همین آقای داوود صلاح الدین تو فیلم سفر قندهار محسن مخملباف بازی میکنه، نقش یک پزشک انسان دوست و اینا دیگه، این واقعا آب سر بالا رفتن ها. داوود صلاح الدین الان ایرانه، 70 سالشه، همسر ایرانی داره، مسئولیت‌های دولتی مختلفی داشته در ایران، از جمله مسئولیت آنلاین پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی. بعضی رسانه‌های
آمریکایی و انگلیسی بهش لقب تروریست روزنامه‌نگار دادن، تروریست خبرنگار دادن. مثلا همون سال 59 که طباطبایی در آمریکا کشته میشه، یک تروریست لبنانی به اسم انیس نقاش رو سپاه پاسداران میفرسته پاریس شاپور و بختیار آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب رو ترور بکنه. انیس نقاش در مرداد 87 به خبرگزاری سپاه، خبرگزاری فارس در تهران، گفت که این مشرق از اون گرفته و منتشر کرده، من اینم براتون میخونم، گفت حکم اعدام بختیار در دادگاه انقلاب صادر شد که امام خمینی همان را تایید کردند. من به بچهای سپاه گفتم که من تجربه کار عملیاتی دارم و این کار را بر عهده میگیرم. انیس نقاش دو تا فرانسوی رو میکشه اما موفق به کشتن دکتر بختیار نمیشه، دستگیر میشه و در دادگاه در فرانسه حبس ابد میگیره، میره زندان. بعد از 7 سال حدوداً تو معامله 7-8 سال تو معامله فرانسوی ها با جمهوری اسلامی سر گروگان های فرانسوی در لبنان آزاد میشه، میره ایران. تو زندان تو فرانسه که رولان دوما وزیر خارجه وقت فرانسه میره ایران سال 67، وقتی آقای دوما بر میگرده انیس نقاش آزاد میشه. جمهوری اسلامی گروگان گرفته بود که اینو آزاد کنه. علی اکبر ولایتی اون موقع وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود. We promise them to make or influence. ما قول دادیم همه نفوذمان را برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان به کار بگیریم و واقعا هم عمل کردیم و نماینده وزارت خارجه فرانسه به فرستاده مخصوص ما قول داد در عوض کارهایی برای ما بکنند که از جمله عفو و آزادی انیس نقاش بود. Special envoy that they are going to do something including the releasing and giving amnesty to Mr. Naqash. برای بینندگانی که نمیدونن آقای انیس نقاش تو زندان چه کار میکرده در فرانسه، آقای نقاش یک سال پس از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای یک عملیاتی عازم پاریس میشن. اشکالی نداره بگم ماجراش رو گفته شده، برای به درک واصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرن و هرچند اون عملیات انجام نمیشه، در مرحله اول متوقف میشه، ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن. این تیکه‌ای که دیدین از برنامه بود که 3 سال پیش از شبکه افق سیمای آقایون پخش شد. قسمت اولش که دیدیم ولایتی بود که توضیح داد قضیه گروگانگیری در لبنان و بعد آزاد کردن گروگان‌ها در قبال آزادی انیس نقاش، و تیکه بعد از صحبت‌های ولایتی خیلی مهمه که عرض کردم برنامه 3 سال پیش جهان‌آرای شبکه افق که اماریون جمهوری اسلامی تهیه‌اش می‌کنن، کشوری که همین الان، یعنی میگم 3 سال پیش، درباره یک شخصیت سیاسی شناخته شده، یک کسی که در کشور دیگری نخست وزیر بوده و بعد در فرانسه ساکن است، این لحن رو به کار میبره که شنیدین و با همین لحن افتخار میکنه که میزبان تروریستی است با سابقه، آقای مجری، آقای عضو اماریون. خب کاری ندارم اینا چی کارن، مهم این ویترینه. تو سیماشون تو تلویزیون میاد اینجوری همین 2017 صحبت میکنن. ابدا فرانسه اعتراضی کرد به دولت ایران بعد از پخش این برنامه ای که بعد تیکش رو دیدین، که بگه بابا شما به جای این که مثلا لاپوشونی بکنین این ترور رو، عملیات تروریستیتونو، میان افتخارم میکنین و تو تلویزیونتون پخشم میکنین جزئیات ترور در خاک ما رو. هیچ، شطور دیدی ندیدی، اینجوری عرض میکنم حدود 11 سال بعد از ترور ناموفق دکتر بختیار، جمهوری اسلامی موفق میشه بختیار رو با چاقو تو خونش در حومه پاریس به طرز فجیع بکشه. 15 مرداد 1370 فریدون بویر احمدی و 2 تروریست دیگه که اسمشون محمد آزادی
و علی وکیلی راد اعلام می شود که البته اسمای دیگه هم داشتن، ناصر نوریان و کیا، علی وکیلی راد هم امیر کمال حسینی و ظاهرا نام حقیقیش کوثری است. به هر حال اعلام می شود اسمشون اینان، ساعت 5 بعد از ظهر میرن خونه بختیار و او و منشی رو، منشی بختیار سروش کتیبه رو با کارد آشپزخونه سلاخی میکنن. حدود ساعت 6 هم محل رو ترک میکنن. فریدون بوی رحمدی و محمد آزادی برمیگردن ایران. یکی از قاتلا دستگیر میشه، علی وکیلی راد. دستگاه قضایی فرانسه بهش حبس ابد میده. سال 1388 بعد از حدود 18 سال در فرانسه زندانی بود، با یک گروگان که جمهوری اسلامی گرفته بود، کلوتید ریس، فرانسوی زندانی در ایران، مبادله میشه. وکیلی راد برمیگرده ایران. تو فرودگاه ازش عکس رو دیدین، استقبال رسمی میشه و جلالی نماینده مجلس و قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه، سخنگوی وقت وزارت خارجه میرن استقبالش و کنفرانس خبری تو همون فرودگاه برای قهرمانشون میذارن و اینا. فرانسه شاهده، بقیه هم شاهدن. یکی دیگه از قاتلای بختیار، فریدون بوی رحمدی، مسئول تیم ترور دکتر بختیار، امروز با نام فرهاد مهدیار مدیر کل شرکت قله و خدمات بازرگانی استان قزوینه. شنیدم که آقای مهدیار اینجا و اونجا گفته است، ما یه بار توی برنامه‌مون اعلام کردیم اینو، اینجا و اونجا گفته است که من اون نیستم. ایشالله گربه است. کی میگه که من اونم؟ اینو بگم، به جز انیس نقاش یکی دوتا دیگه شون کی میگه که من اونم؟ کلی از این تروریست ها الان در مسند قدرت هم. اینو بگم، ببینین هر کدوم از این ترورها که انجام میشه یا نقشه های ترور که لو میره در کشورهای مختلف، فوری تو رسانه ها منعکس میشه و عالم و آدم ازش خبردار میشن. اما دولت ها بنابر مصالح اقتصادی و منافع کشورشون، به قول خودشون، چون داریم نتیجه این حفظ منافع کشور در لاپوشونی کردن ترورها رو داریم میبینیم، هر چی داره میگذره دیگه، دولت ها سعی میکنن این اتفاقای پیش پا افتاده براشون تأثیری رو روابطشون با جمهوری اسلامی نذاره. عرض میکنم که اینا واقعیتی است که باید اینا رو پذیرفت و راهش رو باید پیدا کنه. با شعار و داد و بیداد نمیشه. تو فاصله ترور اول و دوم دکتر بختیار یک رشته ترورهای برون مرزی دیگه هم انجام میشه که من با توجه به زیق وقت و البته ضرورتی هم نداره که من همه رو بگم، به چند تاشون اشاره میکنم. 18 بهمن 1362 ارتش بود غلامعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور میشه. تیمسار اویسی در 18 بهمن 62 در پاریس به همراه برادرش غلام حسین اویسی با شلیک گلوله به سر کشته میشه. گروه جهاد اسلامی لبنانی به رهبری عماد مغنیه که همیشه میگفته من شاگرد انیس نقاشم، به رهبری عماد مغنیه مسئولیت ترور تیمسار اویسی در پاریس به عهده میگیره. دولت فرانسه چه کرد؟ اعتراض جدی کرد؟ نه، که شوخی هم والا نمیدونم اعتراض کرد یا نه. دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران سال 68 در وین اتریش کشته میشه سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی. یکی از فرمانده های سابق سپاه زمانی که علی لاریجانی رئیس مجلس بود، همین دهه پیش، در دهه پیش چی؟ همین چون 5-6 سال پیش، در نامه‌ای که برای محمد نوریزاد برای درج در وبسایت نوریزاد فرستاد و نوریزاد شجاعانه منتشر کرد این نامه رو، نوشت اگر یک روز گذرت به دفتر علی لاریجانی افتاد حتما به گردن رئیس دفترش خوب نگاه کن، ردی از یک زخم بر گردن او پیداست. این رد زخم رو دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردهای ایران چند ثانیه پیش از کشته شدنش بر گردن او جا نهاده است. سرتیم ترور قاسملو کسی جز محمد جوادی نبود. سهرارودی یا همان محمد جوادی به محض ورود به اتریش با
با برخورداری از حکم ویژه از علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود به همراه نفر دوم ترور با نام بزرگیان و نفر سوم با نام شاه مهری با یا حاجی مصطفی در بعد از ظهر 23 تیر 68 با خودروی تشریفات سفارت جمهوری اسلامی در وین و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند. سه دیپلمات تروریست یک کلت هر کدام یک کلت 65 میلیمتری را در گودی ستون فقرات خود جاسازی کرده بودند. مستقیم از خود صحرا رودی شنیدم که گفت ببخشید همین فرمانده سابق سپاه می نویسد در همین تیکه‌ای که دیدین از وبسایت آقای نوریزاد می گوید مستقیم از خود صحرا رودی شنیدم که گفت بالاخره یکی از گلوله های من به مغز قاسملو خورد و کارش را ساخت. 11 روز بعد صحرا رودی که زخمی بود با برانکا چون یک گلوله هم قاسملو که در دفترش مسلح بود شلیک میکنه که میخوره به گردن، یعنی میخراشه گردن صحرا رودی قاتل رو. ادامه نامه: 11 روز بعد صحرا رودی که زخمی بود با برانکارد از بیمارستان به هواپیمای ایران ایر منتقل میشود و به ایران باز میگردد. چند ماه بعد محمد صحرا رودی با حکم رهبر با درجه سرتیپی و نام جدیدش محمد جعفری به ریاست اداره اطلاعات سپاه برگزیده میشود. کاظمی قومی سفیر سابق جمهوری اسلامی در عراق یکی از معاونین صحرا رودی بوده است. صحرا رودی سال 80 میشه معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه. سال 84 با رئیس جمهور شدن احمدی نژاد میشود جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی. با رئیس جمهور شدن حسن روحانی هم میشه مسئول مراسم تحلیف ریاست جمهوری که یکی دو تا عکسشو دیدید ایشون تحویل میگرفته رؤسای جمهوری که از کشورهای دیگه به ایران مقامات رسمان وارد ایران میشدن و بعد میومدن به مثلا کاخ ریاست جمهوری شه منم هر جهنم درده یکی هستش اینا رو تحویل میگرفته و تحویل میداده و این داستانه. ایشون خبر ترور قاسملو مثل توپ ترکید تو دنیا همون 22 تیر ماه 68 قبل از همه تو رسانه‌های اتریش منعکس شد، رادیو و تلویزیون اینا طبعا سر و صدای زیادی کرد. چه کرد دولت اتریش؟ دو تا از تروریستا بزرگیان و صحرا رودی بازداشت میشن. صحرا رودی که اصلا نمیتونست فرار کنه زخم شده بود. بزرگیان در فاصله 3 روز بعد از ترور از فرودگاه وین سوار هواپیما میشه شیک میره تهران. اسمای دیگه هم داره این بزرگیان. قفور درجزی که بعد که پلیس اتریش آزادش کرد و آمد ایران شد رئیس حراست سازمان صدا و سیما و بعد مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. همین قفور درجزی با اسم مصطفی مدبر شد مدیر عامل تیم سایپا و علی دایی رو از سرمربیگری سایپا کنار گذاشت. تشریف دارن سر کارشون. بعدن نسرین قاسملو همسر عبدالرحمن قاسملو و همرزم او در مراسمی که حزب دموکرات کردستان ایران برگزار کرد واقعیت برخورد دولت و دستگاه قضایی اتریش رو با ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و با تروریست ها فاش کرد. وقتی ما دیدیم که صحرا رودی با مشایعت پلیس به فرودگاه برده می شود تا به ایران فرستاده شود و وقتی دیدیم که در مدت 48 ساعت بعد از ترور قاسملو بزرگیان از زندان آزاد شد گفتیم که باید کاری کنیم. من وکیل جوان و شجاعی را پیدا کردم. ما دانستیم که چه کسانی را ترور کردند ولی این کار دولت اتریش بود که با این موضوع برخورد کند و دولت اتریش تروریست ها را آزاد گذاشته بود و گذاشته بود که آنها بروند. ما تصمیم گرفتیم که علیه دولت اتریش اقامه دعوا کنیم.
علیه وزیر خارجه، وزیر کشور و وزیر دادگستری. من با اینها بارها ملاقات کردم. آنها فقط مؤدب بودند. به من گفتند که دولت ایران به آنها گفته است که باید سهرارودی و بزرگیان را آزاد کنند، وگرنه جمهوری اسلامی فاش خواهد کرد که آنها هم به ایران و هم به عراق اسلحه فروختند. آن موقع ایران و عراق در حال جنگ بودند و اتریش خود را بی‌طرف اعلام کرده بود. بعد از 4 سال پیگیری این پرونده، وقتی به دادگاه عالی رسیدیم، دادگاه عالی اجازه نداد که دیگر جلوتر برویم و دولت اتریش را محاکمه کنیم. سه سال بعد از ترور دکتر قاسملو، دکتر صادق شرفکندی، دبیر کل بعدی حزب دموکرات کردستان، در شهریور 71 در برلین آلمان در رستورانی به نام میکونوس به رگبار بسته میشه. من همینجا بگم که خانم قاسملو وقتی که داشتن میگفتن که افراد دیگه هم، ما فهمیدیم که چه کسایی ترور شدن، چون افسون بر دکتر قاسملو کسان دیگه هم در اونجا کشته شدن در محل از همراهان قاسملو. و همینطور که دکتر صادق شرفکندی هم در رستوران میکونوس تنها نبوده و وقتی برگبار بسته میشن حاضران در اونجا عده‌ای کشته میشن که بحث جزئیاتش رو قبلا هم کردیم. بماند موضوع برنامه‌مون خب همینه که دارم گزارش میدم خدمتتون. یکی از قاتلان صادق شرفکندی به اسم کاظم دارابی در دادگاه فدرال آلمان محکوم به حبس ابد شد. 15 سال بعد در آذر 86 آزاد شد، به ایران پس فرستاده شد. تو فرودگاه استقبال رسمی ازش شد. بعد تو ایران تو شبکه 5 تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی آمد صحبت کرد این اواخر. گفت ترور رئیس جمهوری آمریکا بر من یک تکلیف است. اکنون محور مقاومت باید آقای ترامپ را ترور کند. من قتل آقای ترامپ را تکلیف شرعی می دانم. ببینید وقتی تروریست ها را آزاد می کنید در معامله با اربابان اون تروریست و تروریست ها در معامله با حکومت و با حکومت تروریست مذاکره و معامله می کنید، اینه نتیجهش. اینه این واقعیت دیگه این هاست. تحلیل و تفسیری هم لازم نداره. فردا همینا میشن مدیرای دیپلماسی جمهوری اسلامی. مگه ظریف کیه؟ یار غار سعید امامی در آمریکا، در انجمن اسلامی آمریکا که همون داوود صلاح الدین هم رفت آمد داشت توش. ببینید کسی که میرود تا بالای پلای هواپیما همین آقای تروریست کاظم دارابی رو میره به استقبالش، علی باقری کنی، ایشون با پیرن سفید یقا آخوندی، همین علی باقری کنی که نامزد وزیر خارجه در دولت آقای رئیسی است، ایشون عرض کردم موقع آزادی کاظم دارابی، موقع اومدنش به ایران از زندان آلمان، به عنوان مدیر کل اروپای مرکزی و شمالی وزارت خارجه رفت تا بالای پله‌های هواپیما به استقبال دارابی. بعد همین حاج علی باقری کنی میخواد بشه وزیر خارجه این دولت انشالله مستعجل رئیسی. و همین دارابی آشکارا تروریست محکوم شده در دادگاه آلمان، ترور رئیس جمهور پیشین یک کشور دیگر تکلیف شرعی خودش میدونه. میگه ترور ترامپ تکلیف شرعی من. کی این تبهکارا رو پروبال میده؟ قطعا جمهوری اسلامی. اما اگر جدیتی در برخورد با تروریسم جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر باشد، آیا این پروبال میتونه اینجوری گسترده بشه و خودشو به رخ عالم و آدم بکشه؟ فشار که به جمهوری اسلامی بیاد ممکنه حتی تعهد بده که قوانین بین المللی رو رعایت کنه، وقتی این اوضاع خیلی خرابه. حتی تعهدم اگر بده رعایت میکنه؟ نمیکنه. یه مدتی تو دادگاهی که در آلمان در 21 فروردین 1376 کاظم دارابی به حبس ابد محکوم شد به دلیل عملیات تروریستی میکونوس و کشتن 4 تن 3 تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و یک فعال حقوق بشر، چند تا از مسئولان جمهوری اسلامی هم محکوم شدند و
به همدستی و در واقع به دست داشتن مستقیم در ترور میکنس. آلمان 4 دیپلمات جمهوری اسلامی رو به دلیل سر و صدایی که کرد اون دادگاه، سر و صدای جهانی، آلمان اخراج کرد. 4 دیپلمات جمهوری اسلامی رو و سفیرش از ایران فراخوند. به تأسیس از آلمان 15 کشور اروپایی هم بلافاصله سفیرشون از ایران فراخواندن و جمهوری اسلامی هم سفیر خودش از کشورهای اتحادیه اروپا فراخوند. اون موقع روابط دیپلماتیک ایران و اتحادیه اروپا کاملا قطع شد. این محصول اون ترور و رأی دستگاه قضایی آلمان بود. چقدر طول کشید قطع روابط دیپلماتیک؟ 3 ماه. سید محمد خاتمی شد رئیس جمهور و روابط دیپلماتیک از سر گرفته شد و سفرا برگشتن سر کارشون و همه چیز به روال عادی برگشت. جمهوری اسلامی البته در قبال عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران تعهد داد که عملیات تروریستی در خاک اروپا رو متوقف کنه. به این شرط اونا گفتن خیلی خوب، برگردیم سر سفرمون. خب سال 94 محمد رضا کلاهی رو که جمهوری اسلامی میگوید عامل کشتن رجایی و باهنر در سال 60 در تهران بوده، مزدوران و حکومت ایران در خاک هلند میکشند. سالها محمد رضا کلاهی به اسم علی معتمد به عنوان پناهنده در هلند زندگی میکرد. تعهد داده بود نکشه، ترور دیگه نکنه. بعد از سال 94، 3 سال بعد در تیر ماه 97، توطئه انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس کشف شد. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی، فرد سوم سفارت در اتریش در وین، به عنوان سازمانده این طرح تروریستی دستگیر شد. در دادگاه ضد تروریستی در بلژیک در انور به 20 سال زندان محکوم شد. 3 ایرانی همکار او هم دستگیر شدند، به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند. تنها زمانی که اعتراض یک پارچه دولت‌ها علیه جمهوری اسلامی شد بعد از ترور میکنس که 15 کشور اتحادیه اروپا سفراشون رو فراخوندن و روابط دیپلماتیک رو قطع کردن، جمهوری اسلامی تعهد داد که دیگه عملیات تروریستی رو به خاک اروپا نکشونه. روابط که از سر گرفته شد، باز برنامه ریزی برای عملیات تروریستی در خاک این کشورها از سر گرفته شد. این ذات حکومتی است که با ترور و زورگویی و وحشت آفرینی زنده است. ایدئولوژیشه، دست نمیکشه. باز در آلمان ساعت 3 بعد از ظهر شنبه 13 مرداد 71، 3 نفر با قرار قبلی به عنوان مهمان و آشنای فریدون فرخزاد میرن خونش. احمد جیهونی کارمند امنیتی جمهوری اسلامی، اکبر خوشکوشک عضو تیم ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و فرد سوم گفته میشود سعید امامی بوده از معاون وقت وزارت اطلاعات، به گفته پزشک قانونی پلیس بن بین ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر همون روز با 21 ضرب کار در آشپزخونه فریدون فرخزاد رو سلاخی میکنن. جیهونی بعداً در خیلی راحت دیگه، بعد 2 ساعت 3 ساعت رانندگی کنیم میای تو فرانسه، بعداً تو فرانسه دستگیر میشه. و چی میشه؟ هیچی، یه بازپرسی کوتاه ازش میکنن، آزاد میشه، سوار هواپیما میشه، میره ایران. اکبر خوشگوش چی میشه؟ به عنوان عضو تیم ضربت اروپای وزارت اطلاعات میره ادامه شغل شریفش رو میده و همزمان در ایران برج‌سازی میکنه. تو تهران موبایل قاچاق به اسم کالای امنیتی وارد میکنه که گزارش مفصلش رو دادم. میشه مالتی میلیاردر، بعدم میشه اصلاح طلب و میره ستاد میرحسین موسوی و بعد سال 88 مهدی کروبی میره خط به پدرش که باباش مرده بود و خلاصه الانم داره تو ایران به نظام خدمت میکنه. این ترور و قصابی هم مثل باقی ترورهای جمهوری اسلامی سر و صدای خیلی زیادی کرد، اما دریغ از یک تشر فقط همون آلمان به جمهوری اسلامی. فرانسه که اصلا تروریست رو گرفت که برگردونه ایران، یه وقت تو فرانسه اتفاقی براش نیفته یا آلمان نیاد بگه آقا به ما پرش گردون. روح الله زمو از فرانسه میدوزن میبرن عراق، از اونجا چشم‌بسته و دست بسته میبرن ایران. خب یا دست عراق در کاره یا دست فرانسه یا دست هر دوشون، ولی چی میشه؟ منافع کشورها و دولتها مرجح است بر حقوق بشر و آزادی رسانه و آزادی بیان. پسر جان
دادگستری آمریکا منصور ارباب سیار را در سال 1390 به همکاری با نیروی قدس سپاه در تلاش برای ترور عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در خاک آمریکا متهم کرد. ارباب سیار یا ارباب سیار در دادگاه اعتراف کرد و محکوم شد به 25 سال حبس. خب نتیجه چی شد در روابط ایران و آمریکا؟ بحث سر مسئله هسته‌ای و موشکی و ایناست. خیلی مهمه اونا، ولی حقوق بشر اینجا شلوغش نکن دیگه. این نمونه تازه تر 22 تیر ماه 1400 وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد چند مقام اطلاعاتی حکومت ایران به تلاش برای روبودن یک روزنامه‌نگار آمریکایی و فعال حقوق بشر در نیویورک متهمند. مسیح علی‌نژاد ساعتی پس از انتشار این خبر در پیام توییتری از تلاش پلیس فدرال آمریکا FBI برای خونسا کردن توطئه روبودنش تشکر کرد. علیرضا فراهانی، نمیدونم چی چیه، شوارقیه چی چیه، 50 ساله، محمود خازنی 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران متهم شدند که میخواستند این روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن بروکلین نیویورک را بربایند. هویت یکی از این 4 نفر با جزئیات فاش شده. بعضیاتون حتما در فضای مجازی دیدین محمود خازنی یا همون حاج محمود بعضی سلبریتی ها. چند تا شرکت صادرات و واردات، کشتیرانی و حمل و نقل به اسمشه که همه شرکت های پوششی وزارت اطلاعات هن. انبوه شرکت پوششی داره وزارت اطلاعات که همه آدم ها مثلا میگردونه به اسم ایناست. ایشون اسپانسر غیر رسمی باشگاه پرسپولیس بوده و اسپانسر غیر رسمی البته کلی دوروبریاش از اهل سینما گرفته تا ورزش و حتی فرهنگ، یا جشن حافظ برای هنرمندان برگزار میکنه. ببینین همه این بازیگرا و ورزشکارایی که تو این چند تا عکسی که دیدین میبینیم، ممکنه بگن آقا من هر کی با هم عکس میندازه مگه من میدونم کیه، یا مگه من ازش سابقه میپرسم؟ ما نمیدونیم ارتباط این بازیگرها و ورزشکارا با دستگاه ها و آدم های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی دقیقا چیست، ولی نتیجه کاراشون رو میبینیم. عکس های حاج محمود اطلاعاتی رو که آدم میبینه در خوشبینانه ترین حالت این عکس ها میگه نشان میدهد که کنترل امنیتی ها و اطلاعاتی ها بر سینما و ورزش کشور چقدر گسترده و عمیقه. خب بدیهی است، میگم نتیجه کارا رو میبینی، منظورم اینه، بدیهی است که کنترل کردن اینا یعنی چی؟ یعنی افزون بر تعیین مسیر و محتوای کاراشون، گزینش و برکشیدن آدم هایی که بهشون مطمئن ترند از توش در میاد. نتیجه چی میشه؟ اطلاعاتی سالاری به جای شایسته سالاری. یکی از دلایل عقب‌گرد ورزش و سینما و تلویزیون و تئاتر کشور قطعا نمیتونه جز این باشه. بماند. بر اساس دادخواست دادستانی نیویورک، این حاج محمود و سهمدستش که ظاهراً در ایران هن الان، میخواستن در همکاری با نیلوفر بهادوری فرس که ساکن آمریکاست، مسیح علی‌نژاد رو بدزدن و از طریق ونزوئلا ببرن ایران. FBI بعد از 8 ماه تعقیب این تروریست‌ها و مراقبت از مسیح علی‌نژاد این نقشه رو فاش کرد. اتهام نیلوفر بهادوری فر، معروف به نلی بهادوری فر، ارائه خدمات مالی به این افراد برای این توطئه اعلام شده است. نزدیک به 548,000 دلار اگه اشتباه نکنم. نزدیک 500,000 دلار همین از پرداختی‌های خانم نیلوفر بهادوری فر به این تروریست‌ها در پیوند با همین نقشه است. این چیزی است که جزو اسناد FBI هست. باری اظهارنامه دادستانی نیویورک با جزئیات نقشه ربایش رو نوشته، فاش کرده. من فقط کوتاه میگم برای اثبات این موضوع که در صفحه 12 برای مثال نوشته است که در 12 جولای 2020 یعنی 22 تیر 99 کیا صادقی از ایران
با یعنی یکی از همین چهار مرد تروریست با یک کاراگاه خصوصی در نیویورک تماس گرفت و در ایمیل برایش نوشت من از جانب یک مشتری با شما تماس میگیرم برای زدن رد کسی که برای فرار از دست طلبکارانش مخفیانه از دبی به نیویورک آمده. یعنی مسیح علی‌نژاد مثلا بدهکاری بالا آورده در دبی و بعد اینا این آقا مثلا چونم مثلا وکیل اون طلبکار است حالا میخواد این تروریسته و حالا اومده ببینه که چجوریه اینجوری به کاراگاه خصوصی میگه ما عکس و فیلم واضح از او و بستگانش و خانهش و اتومبیلش میخواهیم و بعد بخشی از همون عکس ها و فیلم هایی که بعداً FBI کل نقشه و عوامل آدم ربایی رو که کشف و خونسا میکنه میاد اینا رو نشون مسیح علی نجات میده و از جزئیات ماجرا آگاهش میکنه که بعد همه از همین اظهارنامه دادستانی و اظهارات خود مسیح علی نجات از جزئیات عملیات تروریستی مطلع شدن. نتیجه چی شد؟ البته نجات همکار سخت کوشمون از یک توطئه تروریستی. دوم، یادآوری ذات حکومت بی‌آبروی ایران به مردم جهان. بیشتر رسانه‌های معتبر آمریکا و اروپا به این موضوع پرداختن که من دیگه اسم نمیارم برای زیغ بخت و سخنگوی کاخ سفید طرح روبودن مسیح علی نژاد رو به شدت محکوم کرد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در توییتی تلاش‌های مداوم ایران برای روبودن روزنامه‌نگاران و منتقدان را به شدت محکوم کرد و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مسیح علی نژاد تماس گرفت. مسیح علی نژاد سه شنبه گذشته نوشت وزیر خارجه آمریکا تماس گرفت و گفت ما ماجرای آدمربایی شهروندمان در خاک آمریکا را به شدت پیگیری خواهیم کرد. گفتم جمهوری اسلامی تهدید برای همه است. همین حالا در خوزستان چند جوان معترض را به خاطر آب کشتند. صدای مردمی را بشنوید که علیه کل این رژیم هستند. این رژیم نرمال نیست. متن مفصل تر از آن است که فرصت داشته باشم همش را بخونم. فقط در پایان عرض می‌کنم که به وزیر خارجه آمریکا گفتم از اینکه با من تماس گرفتید ممنونم، از پلیس اف بی آی ممنونم، اما موضوع فقط من نیستم، همین الان شهروندان آمریکایی، سوئدی، آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی گروگان رژیمن. با اروپا متحد شوید و در برابر حکومتی که گروگانگیری و آدمربایی و قتل میکند اقدام جدی کنید. با آقای بلینکن گفتم تهدیدها و آزارهایی که به برادرم روا داشتن باعث نمیشود عقب نشینی کنم. مردم ایران هم کوتاه نمیآیند. از شما هم میخواهم به خاطر اینکه ملت ایران خواهان صلح با آمریکاست، جلو تنها مانع این یعنی جمهوری اسلامی بیستید و آنها را پاسخگو کنید. این پرده آخر بنده مستمری بگیر تامین اجتماعی هم 2,200,000 در ما اونم اخیرن شده را قبلا کم درزی بوده. همینه فقط حقوقتون بله حقوق من حقوق من اینه بشه حقوق ندارم. بله شب روزگار خوش.